برگزاری کنکور در ایران هر ساله با حواشی و جنجال‌های بسیاری همراهه. آزمونی که برای برخی حکم مرگ و زندگی داره. در سال‌های نچندان دور موفقیت در کنکور و قبولی در شهر و دانشگاه بهتر زمینه‌ساز آینده‌ای بهتر هم بوده. کنکوری که نتیجه‌اش در پی همت و تلاش داوطلب بوده، اما چند سالی رویه تغییر کرده. بیشتر از هوش و تلاش، پول و حساب بانکیه که سرنوشت این بچه‌ها رو رقم می‌زنه. در این برنامه به همراه کارشناسان و همکارانم نگاهی خواهیم داشت به موضوع برگزاری کنکور و سیستم آموزشی ایران. پیش از آن اما گزارشی در این باره رو با هم ببینیم و برگردیم. چند سالی است که آزمون سراسری دانشگاه‌های ایران یا همان کنکور به رغم تمامی حاشیه‌های آن در حوالی تیر ماه برگزار و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل می‌شود. شاید بتوان گفت کنکور یکی از مهمترین اتفاق‌های زندگی جوانان در ایران است. شرکت کنندگان در این آزمون با تلاش خود سعی می‌کنند با عملکرد بهتر در این رقابت علمی مسیر و آینده خود را مشخص کنند. کنکور 1401 اما آزمونی که حاشیه‌ها و جنجال‌های بسیار داشت. از خبر لو رفتن سوالات کنکور و دریافت زودهنگام پاسخنامه‌ها در بعضی حوزه‌های امتحانی تا بحث مافیای پشت پرده کنکور و انتشار اخبار افزایش سهمیه‌ها. هندفری کاملا نامرئی که در داخل گوش جاسازی میشه. سرکارتا قابلیت سیم داره و بر اساس این سیم ارتباطش با همین هندزفری که خدمتتون عرض کردم با بیرون برقرار میشه. خودکارهایی است که صورت خدمت شما عرض بکنم سیم کارت داخله و با فشار دادن این بلافاصله از بالا ارتباط با بیرون برقرار میشه. اینها وسایل جاسوسی فیلم جیمز باند نیست، بلکه ابزارهایی است که برای تقلب گسترده در کنکور 1401 به خصوص در رشته تجربی استفاده شد. البته فقط همین موارد نبوده. یه صفحه توی تلگرامه، یه کانال توی تلگرامه، ورداشته جواب سوالا رو منتشر کرده. 8:55 روز آزمون، یعنی 25 دقیقه بعد از شروع آزمون. این روند هر سال تکرار می شود و البته هر سال هم به روزتر و گسترده تر می شود. با وجود شرایط کنونی وضعیت اشتغال جوانان و موزل بیکاری تحصیل کرده ها در ایران، تب رشته های پزشکی و مهندسی بیش از پیش داغ شده و خانواده ها فارغ از نیازهای جامعه و علاقه دانش آموز در این مسیر بر روی کنکور و رشته های پردرآمد سرمایه گذاری می کنند. همه چیمو به پای بچه هم می ریزم، حاضرم خرج کنم. همین حالا؟ از همین حالا. آپدیت شده باشون کار میکنن که کنکور روز ببینن. آزمون سراسری که با انواع تخلفات برگزار شده، اعلام نتایجش نشان دهنده یک شکاف عمیق اقتصادی، مالی و آموزشی است. در میان نفرات برتر کنکور 1401 تنها یک نفر از مدارس دولتی بوده. گویان چه سرنوشت و نتیجه را رقم میزند، پول و ثروتی است که در این مسیر هزینه میشود، نه آموزش و پرورش. ماراتونی نابرابر که بخش عمده ای از شرکت کنندگانش بازنده میدان خواهند بود. مثلا شما میدونی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی چند نفر قبول میشن؟ عدد رو داشته با 6000 چند نفر کنکور میدن؟ همین رشته پزشکی و دندان پزشکی اینا 600000 میشه 1 به 100. بذار اینجوری بگم، یعنی کل این 1,000,000 نفر کنکور شرکت میکنن، جمعا 10,000 نفرشون وارد رشته های میشن که از نظر خودشون خوبه. بقیه چی؟ و بقیه باید برن خونه برای سال بعد یا وارد جامعه بشن و میشن بیکار. یعنی در کشور ما دارد مسابقه ای ذهن همه بچه ها را به خودش متوجه می کنه که از 100 تا چند تا می بازن؟ 99 نفر می بازن. 9 نفر می بازن. نیاز به داشتن قدرت اقتصادی برای موفقیت در کنکور فقط به رتبه‌های برتر محدود نمی‌شود. بر اساس آمارها 82% رتبه‌های زیر 3000 در 2 دهک درآمدی بالا هستند. موضوعی که یادآور آن است که آموزش در ایران رایگان نیست و شرط اول عدالت، یعنی داشتن فرصت برابر برای رشد، نادیده گرفته می‌شود. و
بله، برای بررسی بیشتر این موضوع دو میهمان در برنامه امروز ما خواهند بود، خانم سمانه قدرخان عضو هیئت تحریریه ایران وایر و آقای ناصر باباخانی استاد دانشگاه در کالج نووای ویرجینیا. ممنون از حضور شما بزرگواران. خانم قدرخان با شما آغاز میکنم. در ابتدای گزارش اشاره شد به تقلب گسترده‌ای که در کنکور 1401 بود، کنکور جنجالی و پرماجرایی که ماجرا چه هستش که هر سال بیش از پیش شاهد گسترده تر شدن تقلب و البته بروز شدن تجهیزات اونها در این آزمون هستیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان خوبتون و مهمان از برنامه. من و هر سال در آموزشی ایران به چه باره معتقد هستم، به جد به عنوان یک روزنامه‌نگار اخبار مربوط به کنکور رو هر ساله بررسی می کنم. حکومت و نظام هیچ عذر میخوام خانم قدرخان، گویا مشکلی در ارتباط ما وجود داره که صدای شما خوب به گوش نمیرسه. از همکارم میخوام مجدد با شما تماس بگیرم. من با آقای باباخانی بحث رو ادامه بدیم. آقای باباخانی، در ابتدا همین ابتدای برنامه بفرمایید که به هر حال در هر کشوری برای ورود به دانشگاه آزمون‌هایی برگزار میشه. اساسی ترین تفاوت میان سیستم آموزشی در ایران با سایر کشورها چه هستش؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و همچنین خانم قدرخان و بینندگان محترم. ببینید، کشورهای مختلف دارای سیستم‌های متنوع آموزشی هستند و این تنوعات ناشی از تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بعضاً جغرافیایی هست. اما تمامی این کشورها دارای یک سری استانداردهایی هستند که از اون به عنوان یک استانداردی برای سیستم آموزشی یاد میشه که متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی این استاندارد نه تنها وجود نداره، بلکه دقیقاً سیستم داره برخلاف استانداردهای جهانی حرکت میکنه. اجازه بدید من به یک مفهومی در اینجا اشاره کنم که به اعتقاد بنده یکی از تفاوت‌های عمده نظام آموزشی جمهوری اسلامی با سایر کشورهاست و اون مفهومی هست به نام میزان حضور دانش آموز در مدارس. به چه معنا؟ چون این خودش یک تأثیرات ثانویه‌ای رو بر روی مسئله فارغ التحصیلی در مقطع آموزش متوسطه و بعداً کنکور داره که فکر می‌کنم اگر در اینجا اون رو یک مقداری بشکافیم به روشن‌تر شدن بحث کمک بکنه. ببینید، در کشوری مثل کره جنوبی ما 220 روز در سال و هر روز حدود 8 ساعت دانش آموزان در کلاس شرکت می‌کنن از سن 5 سالگی. در کشوری مثل استرالیا این میزان به 200 روز در سال و 6.5 ساعت در روز و از سن 5 سالگی. در کشوری مثل انگلستان 190 روز و 6.5 ساعت. اما در ژاپن 250 روز در سال و 6.5 ساعت. وقتی که این میزان حضور دانش آموز رو با ایران مقایسه می کنیم، در ایران کمتر از 180 روز داریم میزان حضور رو و کمتر از 6 ساعت. حالا چه اتفاقی می افته؟ اتفاقی که می افته این هست که دانش آموز ایرانی صرفاً و صرفاً این 180 روز رو در کلاس می گذرونه. اما کشورهای پیشگفته‌ای که اشاره کردن بهشون، علاوه بر حضور در کلاس، شرکت در مهارت‌های اجتماعی، شرکت در کارهای فنی، در کارهای تکنیکی، مشارکت در غذا خوردن با همدیگه، سپری کردن اوقات با همدیگه رو دارن. در نتیجه دانش آموزی که در سیستم‌های آموزشی کشورهای دیگه فارغ التحصیل میشه دارای یک شخصیت چندبعدیه، برخلاف جمهوری اسلامی که در اون نظامش دانش آموز فقط و فقط به لحاظ آموزشی شروع میشه به پرورش دادن این شخصیت. بنابراین دانش آموز وقتی که در ایران فارغ التحصیل میشه، تنها و تنها چیزی که بلد هست و چیزی که بهش گفته شده عبور کردن از سدی به نام کنکور هست که این کنکور بعداً برای اون ماجراهای مختلفی رو همونطوری که شما در گزارشتون اشاره کردید ایجاد خواهد کرد. پس بنابراین اولین مسئله‌ای که میشه به اون تفاوت اشاره کرد این میزان حضور هست. مسئله دوم که میخوام خیلی گذرا بهش اشاره کنم، سیستم آموزشی در ایران به مانند سده‌های قبل همون سیستم مکتب‌خانه‌ای هست، با این تفاوت که یک مقداری
به هر حال الان وسایل مدرنی در اختیار هست، لپتاپ در اختیار هست، موبایل در اختیار، اما سیستم همون هست. یک استاد در دانشگاه، یک معلم در مدرسه، متکلم وحده است، شروع میکنه به صحبت کردن. به جای ایجاد دیالوگ و مشارکت جمعی دانش آموزان و دانشجویان در کلاس، یک مونولوگی وجود داره و این باعث میشه که خلاقیت، باعث میشه که عرض کنم خدمت مشارکت دانش آموزان به حد اقل برسه، سرکوب میشن. دقیقا همینطوره. و در دست آخر اگر اجازه داشته باشم خیلی کوتاه این رو هم عرض کنم خدمتون، نظام آموزشی جمهوری اسلامی بر اساس ریاکاری ابنی بنا نهاده شده. با توجه به این که من خودم تجربه تدریس در ایران رو دارم و معاون پژوهشی دانشگاه بودم در ایران، آن چیزی که جمهوری اسلامی مد نظر داره به مانند تمامی عرصه‌ها و زمینه‌های مختلف که فقط ظاهر سازی و ریاکاری هست. یعنی در دانشگاه به ما گفته میشد که آمار مقالات پژوهشی منتشر شده رو اعلام کنید. استادات این خواهیم پرداخت در ادامه. آقای باباخانی، آیا ارتباط ما با خانم قدرخان، خانم قدرخان عذر میخوام ارتباطمون مشکل داشت، بشنویم صحبت‌های شما رو. خواهش میکنم. بحث در خصوص فسادی بود که در فساد سیستماتیکی بود که در مسئله تقلب در کنکور رخ میده. در ایران امروز مدارسی هستند که حتی تا بر اساس در واقع یافتهایی که ما در گزارشی که در رسانه خودمون در ایران وایر هم منتشر کردیم، تا بالای 200 میلیون شهریه برای کنکور دریافت میکنن. خب این نشون میده که آموزش در ایران طبقاتیه، چه با تقلب چه بی تقلب فرقی هم نمیکنه. اما اون چیزی که قدر مسلمه اینه که فساد در سیستم آموزشی ایران، یعنی فساد در تمام وجوه حکومت در ایران رخنه کرده، از جمله آموزش در سالهای گذشته. ما بحث مافیای کنکور رو داریم. این فساد باعث شده که وقتی این تقلب هر ساله داره رخ میده، هیچ نظامی نباشه، هیچ ساختاری نباشه که جلوی این فساد رو بگیره. من به جد خدمت شما و بینندگان عزیزتون و مهمان عزیزتون عرض می‌کردم، چطور ممکنه که قوه قضاییه سالها با مسئله تقلب در کنکور مواجه باشه ولی هیچ تلاشی برای پیدا کردن راه‌های جلوگیری از این مسئله نباشه؟ چرا که این وسط حق بسیاری از دانش آموزان واقعا ضایع میشه. فسادی که کاملا مشخص از داخل سیستم اومده، ما بر اساس گزارش هایی که در رسانه های خود ایران منتشر شد، در روزنامه های رسمی کشور، مبنی بر این که کسانی بودن از داخل سازمان سنجش سوال‌ها رو به بیرون در واقع دادن، به دست دانش آموزان دادن که قدرت خرید سوال‌ها رو داشتن، که اینجا هم فساد، هم اون اختلاف طبقاتی وحشتناکی که در ایران داره رخ میده و این تبعیض آموزشی رو چه در واقع بحث آموزش بین دانش آموزان داره هر روز و هر سال بیشتر از گذشته میکنه و در واقع حتی تحصیل رو مختص طبقه خاصی میکنه، حتی اون بحث تقلب رو هم در واقع سوق میده به سمت طبقه‌ای که قدرتمندترن. و همونطور که شما هم در گزارشتون اشاره کردین، ما امسال در کنکور دیدیم که کنکور، یعنی رتبه‌های خوب کنکور، کسانی بودن که دسترسی بیشتر به منابع آموزشی و امکان تحصیل بهتر رو داشتن. بله، گزارش هم چند پیش منتشر شد مبنی بر این که حتی افرادی هم که تقلب کردن و شناسایی شده بود اما باز پیگیری شد، سفارش شد و در دانشگاه مشغول به ادامه تحصیل شدن. سپاسگزارم از شما، بحث رو با شما پیش خواهیم گرفت. اما بحث کنکور در شبکه‌های اجتماعی و بحث مافیای کنکور، استفاده از سهمیه‌ها و شکاف طبقاتی در سیستم آموزشی در ایران از جمله موضوعاتی بوده که بسیار مورد بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته. یک گزارش کوتاهی رو از همکارم کوروش آلادین ببینیم، باز می‌کنیم برنامه رو با میهمانان محترم برنامه پی می‌گیریم. همونطور که در گزارش اول برنامه هم بهش اشاره شد، واکنش‌ها به بحث کنکور رو میشه به چند دسته تقسیم بکرد. بخش اول مربوط هست به تقلب یا لو رفتن سوالات، یا به عبارت بهتر فروش سوالات هست. یکی از کاربران نوشته امسال به قدری تو آزمون کنکور تقلب شد که گندش در اومد. هر بچه پولداری بود سوالا رو با قیمت میلیاردی خرید. تو جلسه با شنود جوابا رو بهش میگفتن، اینم میزد. انقدر بالا بود که خودشون اعتراف کردن. وای به حال این سیستم که پزشک دانشگاه تهران و شهید بهشتیش یا مهندس شریفش با تقلب رفته دانشگاه. بحث تقلب بعد از آزمون به قدری گسترده شده بود که برخی از کاربران اشاره کردند که اگر تعداد این تقلب‌ها کم بود هیچ وقت صداشو در نمی آوردن. مثل این کاربر که نوشته انقدر وسیع بود که صدای صدا سیما رو هم در آورد. و البته در مورد این تقلب‌ها اعلام شد که اینترنت رو قطع کردند. پس اگر در نظر بگیریم که در لحظات اولیه کسی موبایل آورده در جلسه و عکس انداخته و فرستاده بیرون، این یه جورایی حذف باید بشه، مگر اینکه
سوالات کنکور پیشتر لو رفته باشه. همین دسته باعث شد که واکنش‌های دسته دوم رو ایجاد بکنه، یعنی واکنش و بحث‌ها در مورد مافیای کنکور، که البته مافیای کنکور مسئله جدیدی نیست، سال‌هاست که مطرح است. بسیاری از مؤسسات با شهریه‌های آنچنانی سوالات کنکور رو در قالب آماده سازی به دانش آموزان خودشون میدن، یا برخی از نزدیکان حکومت که به نوعی دسترسی به سوالات دارن قبل از کنکور. و امسال انتشار این سوالات در لحظات اولیه کنکور این شائبه رو به یقین نزدیک تر کرد. بحث سهمیه هم از دیگر مواردی بود که در واقع به نوعی به مافیای این مجموعه هم حساب میشد و خیلی از کاربران بهش اشاره کردند. مثلا این کاربر که نوشته تبدیل رتبه 22000 در کنکور سراسری به رتبه 600 فقط با سهمیه 25%، مجموعه همه درصدهای اختصاصی که این فرد روی هم سد نمیشه، ولی به راحتی پزشکی، دندونپزشکی، داروسازی قبول میشه. این بلاییه که این حکومت با ایجاد رانت و تبعیض شبه قانونی بر سر جوانان این مملکت آوردن. و برخی این سوال رو مطرح کردن که چجوری سهمیه کنکور وجود داره بعد از سالها که از جنگ گذشته. مثلا این کاربر نوشته در کمترین حالت یه نفر 18 سالگی رفته جنگ بعد از 40 سال، اگر امسال بچهش کنکور بخواد بده، در واقع اون شخص در 40 سالگی بچهش به دنیا اومده. مگه میشه؟ اصلا اون موقع کی 40 سالگی تازه بچه دار میشد؟ اون زمان تو 40 سالگی نوه هم داشتن. چرا نسل این سهمیه ها تموم نمیشه؟ چرا هنوز زاد و ولد میکنن؟ اما نکته‌ای که بیشترین توجه کاربران رو به خودش اختصاص داد مسئله فاصله طبقاتی بود. حالا بر فرض اینکه در بهترین حالت تقلبی نشده باشه و بر فرض محال سهمیه هم وجود نداشته باشه، آمار نشون میده فقط یک طبقه مرفه هستند که میتونن وارد دانشگاه‌ها بشن و در کنکور قبول بشن. این کاربر نوشته زمانی کنکور ابزاری بود که افراد طبقه متوسط و فقیر میتونستن به واسطه اون طبقه اجتماعی خودشون رو تغییر بدن، اما امروز مدد سالها تلاش مافیای کنکور ابزاریه برای توجیه اینکه پولدارها به دلیل هوش بیشترشون پولدار شدن. مکانیزم پذیرش دانشجو نیازمند بازنگری جدیه. و در پایان این توییت رو هم بگم که اشاره کرده و چه استعدادهایی که توسط همین مافیای کثیف کنکور سوخت. بله خانم قدرخان، در گزارش کوروش اشاره شد به بحث استفاده از سهمیه ها و برخی مواردی که گفته شد رتبه های 5 رقمی با استفاده از این سهمیه ها 3 رقمی شد. جزئیات این سهمیه ها به چه صورت؟ برخی از 19 تا 26 سهمیه صحبت می کنند. بخشی از این در واقع سهمیه بندی ها برمیگرده به تبعیض های ایدئولوژیکی که در قالب سهمیه های مختلف به نفع طرفداران نظام در سالهای گذشته اعمال شده. افراد زیادی هر سال بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن فقط به صرف وفاداری به حکومت یا با تظاهر به وفاداری به حکومت تونستن سهمیه دانشگاهی رو مثل دانشگاه امام صادق یا دانشگاه امام حسین رو که نزدیک به بدنه حکومت یا بخشی از بدنه حکومت هستن رو به خودشون اختصاص بدن بدون اینکه واقعا زحمتی برای درس خوندن کشیده باشن. این در واقع اوج بی‌عدالتی در نظام آموزشی ایرانه که خب این شرایط رو برای خانواده‌ها و برای جوانان هم تحمل ناپذیر کرده. من می‌خوام یه نکته رو اینجا اشاره بکنم، بحث خودکشی‌هایی که ما هر سال در میان دانش آموزان داریم برای رسیدن در واقع به قبولی در دانشگاه، که خب یک در واقع استرس و استراب زیادی بین دانش آموزان و یک بی‌عدالتی آموزشی رو نشون میده. بخشی از در واقع ورود دانش آموزان به رشته‌های برتر در دانشگاه، به خصوص رشته‌های پزشکی که در سال‌های اخیر نشون داده که درآمد بیشتری هم داره، از طریق همین راندهای حکومتی داده میشه که حتی سهمیه که اعضای هیئت علمی میتونن ازش استفاده بکنن. برای مثال فرزندشون در یک کشور، یعنی در یک کشور ثالث، حتی مثلا کشورهای اروپای شرقی، کشورهایی که خیلی هم شاید از نظر مدارج علمی در سطح بالایی نباشن، مهمان خوب برنامه‌تون میتونن حالا تایید بکنن یا اینکه در واقع بگن که من اشتباه میکنم. وارد اون دانشگاه‌ها میشن و با استفاده از سهمیه هیئت علمی بودن اعضای خانواده‌شون که بعضن هم وابسته به حکومت و نزدیک به حکومت هستن، به کشور برمیگردن و میتونن در رشته‌های پزشکی ادامه تحصیل بدن، که خب ما در کنار اون پرونده‌های بزرگ پزشکی و همون بحث خطاهای پزشکی رو در سال‌های گذشته داشتیم که پر سر و صدا ترینشون هم بحث پرونده درگذشت آقای عباس کیارستمی بود.
بله آقای باباخانی، در صحبتتون به برخی از آمارها اشاره کردیم. ما در ایران بیش از 2500 دانشگاه داریم، از چین و کشوری مثل هند هم بیشتر. اصلا نیاز این کشور که اینقدر دانشگاه داشته باشه؟ دو گزارش اشاره کردیم که در قدیم افراد از هر طبقه این فرصت رو داشتن که با شرکت در این آزمون آیندهشون رو تغییر بدن، اما در شرایط کنونی شاهد هستیم که مؤسسه‌های کنکور و هزینه‌هایی که پیش از آزمون در واقع خرج میشه تعیین کننده هستش. تبعات چنین روندی در آینده برای چه برای بلاوز آکادمیک و علمی، چه برای شهروندان چه خواهد بودش؟ متاسفانه همونطوری که اشاره فرمودید، الان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که میشه گفتش که قارچگونه در کشور رشد میکنن، بدون اینکه استانداردهای علمی رو داشته باشن، بدون اینکه علمی با مدارک به اصطلاح مورد نیاز رو داشته باشیم، ما شاهد رشد اونها در کشور هستیم. تبعات اونها متاسفانه بسیار وحشتناک است. همونطوری که سرکار خانم قدرخان به درستی اشاره فرمودن، یکی از عمده ترین مسائل که ایشون در قالب خودکشی دانش آموزان اشاره کردن، به خطر افتادن سلامت روانی جامعه، فرد و خانواده است. یعنی ما این رو، من تصور میکنم که حتی این در هنر و ادبیات و موسیقی ما هم به نوعی، منظورم موسیقی معاصر هست، حتی خودش رو نشون داده. علی کنکوری هایی که الان در پشت سد کنکور سال هاست که موندن، دچار مسائل مختلف روانی و روحی شدن و همونطوری که اشاره شد حتی بعضن دست به خودکشی زده شده. از طرف دیگر الان میدونید که در کشورهای اروپایی و در کشورهای مثل آمریکا، مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها به عنوان یکی از معتبرترین و قابل اعتمادترین نهادهای تحقیقاتی و علمی جامعه بهشون نگاه میکنه. در صورتی که با این فضایی که در ایران ایجاد شده و در این سیستم آموزشی سلب اعتماد به نسبت مسائل آموزشی و فضای آموزشی و فضای تحقیقاتی ایجاد شده، طوری که مثلا همونطوری که عرض کردم تمامی مسائلی که در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره یک نوع تظاهر است. مثلا ما در حوزه معاملات پژوهشی دانشگاه ها یک اداره‌ای داریم به نام اداره ارتباط با صنعت. اداره ارتباط با صنعت کارش چیه؟ کارش اینه که اساتیدی که تحقیق میکنن بر اساس نیازهای صنعتی جامعه، یعنی صنایع چه نیازهایی دارن، به دانشگاه بدن و دانشگاه بر اساس اون نیازها شروع کنه به تحقیق و از این طریق بتونه محل درآمدی هم برای دانشگاه باشه. خب آقای باباخانی، دقیقاً مسئله در ایران همینه. برخی معتقدن که با داشتن دو عکس و یک فتوکپی شناسنامه شما در ایران میتونید به دانشگاه راه پیدا کنید، فارغ از اینکه نیازهای کشور چه است، اشتغال زایی شده و همونجوری که خانم قدرخانم اشاره کردن، بحث پزشکی و همه تمایل دارن که وارد عرصه پزشکی و مهندسی بشن. دقیقا همینطوره. من در ابتدای عرایزم وقتی که در تفاوت سیستم های آموزشی عرض می کردم خدمتتون، گفتم که در کشورهای دیگر علاوه بر حضور دانش آموز در کلاس، تمهیداتی اندیشیده شده که دانش آموزان بتونن با شرکت در مهارت های اجتماعی، مهارت های فنی و کارهای گروهی، کنکور رو بعد از فارغ التحصیلی تنها راه حل، یا مثلا رسیدن به پزشکی و رشته های تاپ رو تنها راه حل وارد شدن به بازار کار و جامعه ندونن. ولی متاسفانه در سیستم جمهوری اسلامی، چون هیچ نیاز سنجی وجود نداره و چون هیچ مطالعه در این زمینه وجود نداره، با توجه به این مافیاهای مختلفی که اشاره شد در سخنان حضرت عالی و گزارش همکارانتون، باعث شده که متاسفانه تمامی تمرکز بر روی این چند رشته تاپ صورت بگیره که آسیب شناسی اون هم خودش مستلزم یک فرصت کافی تر هست، که اون هم البته آقای باباخانی با توجه به این سهمیه ها و تعویض هایی که وجود داره که اون هم خیلی پرسش برانگیز، افرادی که با سهمیه هایی که هستن 36 واحد رو در کشور دیگری میگذرن و بعد جلوتر از سایر داوطلبین در اون کشور وارد دانشگاه در رشته پزشکی میشن. با خانم قدرخان ادامه بدم. خانم قدرخان، بحث حذف کنکور سال هاست که در ایران مطرح، دو دلیل رو برای عملی نشدنش مطرح میکنن، یکی بحث نبود زیرساخت و دیگری ناتوانی در مقابل قدرت مافیایی کنکور ارزیابی. شما چه اثری داره؟
کاملا درسته، هر دو مسئله بسیار درسته. به نظر من بیشتر بحث ناتوانی در مقابل مافیای کنکوره، به خاطر اینکه در واقع کلاس های کنکور یا مؤسسه های آموزشی که در سال های گذشته به شدت رشد کردن، کتاب های کمک آموزشی که به شدت رشد کردن واقع و با قیمت های واقعا گزاف اگر بخوایم به نسبت حقوق یک کارگر در ایران مقایسه بکنیم فروخته میشن و قطعا هم نمیتونن خارج از وابستگی سیستماتیک به نظام تعریف بشن یا دیده بشن. اینا همه باعث شده که خود حکومت و خود نظام آموزشی تلاشی بر در جهت رفع این تبعیض نداشته باشن و جلوی این مافیا رو نگیرن، چون درآمد هنگفتی، گزارش های زیادی در این خصوص هست، آمار و ارقام بسیار زیادی هست که چه رقم هر ساله کلاس های کنکور و در واقع جزوات آموزشی که دانش آموزان مجبور هستن از اونها، یعنی برای قبولی مجبور هستن که در اون کلاس ها شرکت کنن یا از اون جزوات استفاده بکنن، سودی رو به این مؤسسات میرسونه. مؤسسات که من اسمشون رو نمیخوام بیارم چون نمیدونم که تبعات حقوقیشون برای در واقع رسانه شما چی خواهد بود، ولی به هر حال اکثر در واقع عزیزان هموطن با این مؤسسات آشنا هستن. بحثی که هست بحث اینه که عدم دسترسی قشر بسیار زیادی از دانش آموزان در ایران به استفاده از این مفاد آموزشی. ما در گزارش‌های باز هم تکرار می‌کنم و تاکید می‌کنم از داخل رسانه‌های رسمی ایران، از روزنامه‌هایی که در خود ایران منتشر میشه داشتیم، مبنی بر اینکه میگن سوال دانش آموزان بعد از شرکت در واقع جلسات کنکور، میگن سوال‌هایی که در جلسه کنکور اومده بیشترشون بعضن از جزوات کمک آموزشی و آموزشی بوده که در این مؤسسات تدریس شده. من می‌خوام یه نکته‌ای رو اینجا اشاره بکنم که به نظرم واقعاً باید در خصوص تبعیض و بحث کنکور دیده بشه. بحث دانش آموزانیه که حق استفاده از این کلاس ها رو ندارن، حتی حق در واقع تدریس در مدارس معمولی رو هم ندارن. دانش آموزانی که در مدارس کپری، مدارس سنگی، کانکس یا حتی مدارس درختی هستن، ما در سیستان و بلوچستان دانش آموزانی رو داریم که اگر یک درخت جایی رشد کرده و یک سایه داره، این گزارشی که کمپین فعالین بلوچ منتشر کردن، دانش آموزان زیر سایه اون درخت جمع میشن و درس میخونن. خب اینا هیچ دسترسی به در واقع کتب آموزشی ندارن. این پول رو کسانی میارن خرج این کتاب ها میکنن و این کلاس های آموزشی میکنن که پول در کشور در دستشونه. به تبع حکومت تلاش میکنه که پول رو از در واقع کشور از جامعه جمع بکنه، به خاطر که منافع مالی براش داره و این پول به دستش میره. این که از چه طریقی این پول در واقع میرسه به حکومت رو ما نمیتونیم به صورت مشخص بگیم، ولی یک در واقع میشه گفتش که یک داستان کاملا مشخصه، مثل بله. زنجیره به هم وصله. بله، بازگردیم به آقای باباخانی. آقای باباخانی، با توجه به این مشکلاتی که از بحث تقلب بود، بحث مافیا بود، بحث سیستم آموزشی که بیمارگونه داره در واقع بروز میده خودش رو، چه کار باید کرد؟ راه حل چیست؟ یا کنکور رو باید حذف کرد؟ یا حذف کنکور راه حل؟ چه کار باید کرد؟ ابتدا اولین کاری که باید انجام داد اینه که باید یک اصلاح ساختاری صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی متوازن ساختن متون مواد درسی نظام آموزش متوسطه با کنکور. سوال اینه که چرا یک دانش آموز متوسل میشه به کلاس های کمک آموزشی، به کتب کمک آموزشی و کتب و کلاس هایی که و معلمینی که خصوصی هستن و هزینه های بسیار هنگفتی بابتشون باید پرداخت بشه؟ به خاطر اینه که ما یک توازنی بین مواد آموزشی درسی در دبیرستان و در کنکور نداریم. این اولین کاری که به لحاظ اصلاح ساختاری صورت بگیره. چرا؟ چون اگر این کار صورت بگیره، همونطور که خانم قدرخان اشاره فرمودن، یک اقدام بسیار مهم، گام بسیار مهم در جلوگیری از ایجاد مافیای کنکور هست. شما میدونید که مبلغی که گفته میشه و از رسانه های جمهوری اسلامی میشنویم، مبلغ اینقدر وحشتناک از به لحاظ عددی عرض میکنم، عدد بسیار بزرگ است، بالغ مثلا بر 50,000 میلیارد تومان در سال ما گردش مالی در این مافیای کنکور داریم. بله. و نکته دوم اینه که از همینجا از خانواده هایی که متمول هستن، تمکن مالی دارن، طبیعتا همونطوری که در گزارش شما هم خانواده ها اشاره کردن، هر کاری برای فرزندشون میکنن. اما اونهایی که این استطاعت مالی رو ندارن چه؟ اینجاست که اون فاصله طبقاتی و اون گپ طبقاتی شروع میشه و مواردی که قبلا هم اشاره بهش کردم، به لحاظ روحی روانی بر فرد و جامعه و
به اصطلاح خانواده ها اثرات خودش رو میذاره. پس با تداوم آقای باباخانی ثانیه های پایانی، با تداوم این وضعیت فرزند کارگر کارگر خواهد ماند و فرزند پولدار احتمالاً پزشک یا مهندسی خواهد شد که احتمالاً از آموزش های لازم هم شاید بی بهره باشه یا در زمینه اون تخصصی که بایستی داشته باشه رو نداشته باشه. سپاسگزارم از شما میهمانان گرامی، خانم سمانه قدرخان عضو هیئت تحریریه ایران بایر و آقای ناصر باباخانی استاد دانشگاه در کالج نووا ویرجینیا، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. اما در اینجا به پایان این ویژه برنامه از صدای آمریکا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.